آقا مخلص بچه گل یوتیوب میدیم با هم دیگه یه نگاهی داشته باشیم به بهترین گوشی های بازار موبایل ایران Let's go آقا این گوشی بازار موبایل ایران با هم میبینیم زدیم از روی گرونترین گوشی هنوز آیفون 13 پرو هنوز پرو مکس هم نیست ها. پرو خالی آیفون 13 الان 14 اومده 15 اومده میگی نه بیا الان برای تایم هم میذارم نگه این ویدیو مال قدیم بوده خدا کی 24 خورداد 1403 ساعت 12 و 17 دقیقه آیفون 13 پرو نه پرو مکس 150 میلیون 144 میلیون خدا برم سرمون به این دیوار به کوبه هم برم خودم از این پنجره پرت کنم پایین شما بگید ما چه کار انجام بدیم وجدانم من خودم آیفون 13 پرو مکس تقریبا یک سال یک سال و نیم پیش تو بازار تهران میخواستم بگم 36 میلیون الان شده 150 میلیون گفتم نگیرم ارزون میشه سال بعد برم 14 پرو مکس بخرم آیفون 13 معمولی پرو شده 150 میلیون 512 6 گیگرم آیفون که دیگه لوکسه اصلا واقعا نمیشه بری جلوش وقت ۱۳ 13 چون 13 بچه آخرین آیفونی بوده که تو ایران ریجستری شده یعنی ریجستر شده یعنی سیم کارت میشه بذاری توش استفاده کنی برای همین الان گرونترین مدل های آیفون تو ایران همین آیفون 13 ها 13 13 پرو 13 پرو مکس بعد دوباره یه چیز جالب دیگه 13 پرو مکسش از 13 پرو ارزون این تن... هر دوتاشون هم 512 6 <تصفح> این تنها جایی که این اتفاق میفته تو بازار موبایل ایران یعنی تنها جایی که این اتفاق میفته که آیفون 13 پرو گرونتر از آیفون 13 پرو مکسه تو بازار ایران چهار میلیون هم تازه گرون تره خیلی جالبه اینا رو ما باید به کی بگیم داداش اینا رو واقعا چی میزنن اینا که عجب آیفون 13 پرو مکس و 626 ای خدا ای خدا سرمو به کدوم دیوار اینا چهار تا دیوار اینجا است به کدوماش بکوبونم به خدا خوشش بیاد ولش کن اصلا این آیفون ها رو نگاه نکنی چون از زندگی سیر میشی اینا رو نگاه نکن ولش کن. اینا رو نگاه نکن از زندگی سیر شدیم. بیا اینجا بیا سامسونگ. 24 اولترا 78 میلیون. خب. سامسونگ هم نخریم پس. نه سامسونگ. بریم زد ای بخریم ها؟ سامسونگ هم شده 80 میلیون. S24 اولترا 80 میلیون خیلی جالبه. زد فولد 5 هفتاد میلیون باز به نظر من این باید گرونتر از این باشه اینم باز خودش جای بررسی داره چرا این گرونتر از اینه شیامی مثل اینکه گوشی چینی هم نمیتونیم دیگه بگیری شیامی چارده اولترا 5G این تازه اومده بچه ها قیمت هفتاد میلیون بریم با هم دیگه اکساش هم نگاه کنیم هشتاد اینم هم گوشی چینی که گفتید آقا اپل نگیرید سامسونگ هم نگیرید بریم پس گوشی چینی بگیریم خدایش خوشگل هم هست این فیت اکاس هاه دوربینی داره فیت اکاس خداییش خدایش اینا نمیشه بخری دیگه 24 اولترا 256 گیگ 10 میلیون 24 اولترا این دوباره یه مدل دیگه شه چه فرقی با این میکرد احتمالا یکیشون اسنپ در آها این شارجر داره این نداره اونی که شارجر داره گرون این اینی که شارجر داره ارزون از اینیه که شارجر نداره <laughs> ای خدا ای خدا چرا ما اینجوری میکنیم وجدارن چه کردیم با تو چی میگه این در مورد گوشی حرف میزنی میگه ماینکرافت میری ماینکرافت ما هم میری ولی نه الان ای خدا آدم نمی‌دونه سرش رو بزنه به در یا دیوار خب آقا ولش کن ولش کن بیام پوینت تر بیام پایین تر ببینیم دیگه چی داریم اس 23 ال Ultra 54 تومن اس 24 ال Ultra 62 دو دو تومن تقریبا 10 تومن فرقشونه اوکی شیائومی 14 اولترا شو دیدیم تو 78 تومن بود 14 معمولیش با 512 گیگ حافظه و 12 گیگ رم 5 میلیون بریم نگاه کنیم ببینیم سی پی یو چیه 14 معمولی یه تقریبا اینا جزو جدیدترین گوشی هایی که اومدن تو بازار دیگه سی پی یوش والکام اسنپ دراگون 8 جن 3 یعنی نسل دوم اسنپ دراگونای سری 8 حالا من اسنپ دراگون 8 سری 1 جن 1 این شده نسل سه چهار نانومتری چون هنوز سه نانومتری نکردن این اسنپ دراگونای جدیدو گوشی میت برو چهل و پنج میلیون این گوشی میت بوده اون زمان من خریدمش چهار میلیون گوشی خفنه ی بازار بود من خریدم چهار میلیون قشنگ یادمه من اینو گرفتم چهار و دیویست همون موقع آیفون 7 هم بود چهار و پونسد که کاش اون آیفون سوینه رو گرفته بودم ولی خب اینو گرفتم الان شده 45 میلیون اینا دیگه گوشی های هواوی نمی ارزن واقعا الان تا اینجا هرچی اومدیم واقعا ارزش خرید نداره حالا بهتون میگم چه گوشی های ارزش خرید داره گوشی آیفون 13 آیفون 13 که کی بود زور تو سری میگفت بده آیفون 13 دیگه قدیمیه بده فلان و اینا 42 میلیون با شارجر بدون شارجر 41 تومن لاستینگ فون دو و دوازده، دوازده، سی و هشت تی پرو 5G 512 رم 12 33 تومن این گوشیه که واقعا من خودم میخریدم یعنی من خودم هم تی پرو دارم دیگه خیلی گوشی های خوبی هن. یعنی اگر مثلا قرار گوشی نداشتم الان قرار بود یه گوشی بخرم واقعا اینو میخریدم قیمتش هم خدایش مناسبه نسبت به اون 70 80 تومانی و 50 ها در حد همونا به لحاظ سخت افزاری ولی خب قیمت 33 تومنه دیگه عجب چیزیه یعنی من خودم اگه برای خودم یه گوشی الان بخوام بگیرم همینو دوباره میگیرم 13 پرو میگیرم مشخصاتش هم ببینم با مثلا 12 تی پرو چه فرقی کرده CPU سی پی یو شده دایمین سیتی متاسفانه 9200 این یه ذره سی پی دلمو زد الان فکر کردم اسنپ دراگون هشت نسل سه ولی دیدم نه دایمن سیتی یه ذره دلمو زد یعنی فکر کنم بازم دوازتی پرویی که من دارم بهتر از این باشه چون سی پیو شد اسنپ دراگونه یعنی برای منی که دوازتی پرو دارم اصلا نباید بیام سراغ این چون سی من تازه اسنپ دراگونه این شده دایمن سیتی خب آیفون 11 یکی امروز میگفت خیلی آیفون 11 بده 29 تومن داداش اونی که میگفتی خیلی بده S23 FE S23 FE که تازه اومده 26 میلیون 26 البته تازه نه که بگیم خیلی تازه هم 256 رم 8 این گوشی های سامسونگ هم دیگه به درد ماها نمیخوره به این مثلا ماها بخوایم این 26 تومنیه رو بخریم خب میایم اینو میخریم این 33 تومنیه واقعا در مقابل این گاده ولی برای اونایی که یه ذره برند براشون مهمه مثلا برای خانوما ولی برای ماها که مثلا گیمریم نرم افزار و اینا برامون مهمه نرم افزار گیم این خوبه ولی برای خانوما مثلا میخوام پوز بدم مادرا این بهتره اس 23 افی آنر مدل 90 512 رم 12 بریم یه نگاه کنیم ببینیم سی پی چیه فقط تو اینا که اسنپ دراگون 7 نه واقعا با این سی پیو این قیمت نه ارزش نداره خب 13T 13 پرو ها 55 و اینا هم که تازه وارد بازار شده ها 55 ها 75 تازه وارد بازار شدن هنوز 75 شون نیوورد دیجیتال ولی 55 256 گیگ آورده برامون با شارجر بدون شارجر با شارجرش 22 تومنه بدون شارجرش تقریبا یه 100 تومنی فرق دارن خب این با شارجر قطعا ارزش داره دیگه یه شارجر هم داره 100 تومن دوباره اینم برای خانوما کسایی که یه مقداری برند براشون مهمه اینا رو من پیشنهاد میدم ولی برای ماها نه ما تو همین با بازدهای قیمت خیلی گوشی های بهتری میتونیم بخریم تو بازار ایران من گفتم بچه ها دیگه فقط فعلا با این قیمت ها میشه بری سراغ شیائومی فقط شیائومی حالا اونا هم که یه نامه برند براشون مهمه سامسونگ بخرن یا مثلا خانم خیلی نرم افزار و بازی و اینا چیز ندارن برن همین سامسونگ بخرن همین آ پنج گزینه مناسبیه براشون اس 21 که دیگه قدیمیه 21 تومن بد نیستن تو این رنج قیمتی بد نیستن هم. ولی خب دیگه گوشی های قدیمی محسوب میشن این ریل می من دیدم بذاری تا بهتون بگم مشکلش کجا بود ریل می 512 گیگ سناب دراغون 6 نسل 1 اینا خیلی سی پی های ضعیفی دارن اینا به درد نمیخورن اینم عددی نیست تو همین رنج قیمتی x6 پرو شیائومی x6 پرو نسبت به این سلطانه چون سی پی یوش خیلی قوی تر از اینه اصلا هیچ قابل قیاس با این نیست نسبت برندش هم بهتر از اینه یعنی 100 درصد همه چیش از این بهتره خب x4 gt 17 اینا دیگه در پوکو x6 پرو رو نمیدونم چرا دیجیکالا جدیدن نداره x6 معمولی رو داره x6 پرو رو نداره بذارید من یه قیمت پوکو ایکس 6 پرو هم براتون بگیرم پرو قیمت تقریبا الان بهترین گوشی به لحاظ قیمتی که شما میتونید از بازار بگیرید همین پوکو ایکس 6 پرو است. حالا بهترین جا هم که میتونیم قیمت بگیریم تکنو لایف زده 20 تومن قیمت شیزه رفتو 17 18 تومن بود شده 20 تومن ولی به نظرم بازم تو 20 تومن نسبت به این گوشی ها واقعا ارزش خرید داره قیمت خیلی خوب بالا رفته جالبه تو ببینم بقیه جام هم همینجوری قیمتشون بله 20 تومن 21 تومن 17 تومن بود ها قیمت بالا رفته رفته برا 21 و 22 بس که هم گوشی نسبت به قیمتش خداییش خوب بود متین خریده بوده میگفت من گوشیم داره میاد پایین حالا اگه ببینه رفته بالا کلی خوشحال میشه پیش کلی رفته بالا بعد میایم سراغ آب پنج و رو داریم تو این قیمت نمیارزم واقعا اینا همه آب پنج و و اینا یا باید مستقیم بری آب پنج و پنج یا اگرم برند برات مهم نیست همین پوکویکسیشه پرو هنوز والا تو اینا خیلی سره یعنی سی پیوش همه چیش نسبت به اینا واقعا سره تو این قیمت ها. تو این رنج قیمتی واقعا گوشی خریه امشیش 6 پرو پوکو امشیش 6 پرو اینو امروز یکی از ها اومد گفت من فکرم نوشه پوکو پکو 6 پرو گفت آقا اینو من دارم چجوریه گفتم عالیه برو حالشو ببر بعد گفت x 6 نه نیست ام 6 بعد زدم هاجی رفتم دیدم دیدم گفتم آفرین یعنی گوشی اینقدر ارزون شده شیامی اومده یه اه... گوشی ساخته که مثلا عین x6 دقیقا ولی قیمتش مثلا چون برندش ام مثلا انقدر ارزون تر شده به جای 17 تومن شده 13 تومن بعد فهمیدم تازه دلیل چیه اومدم پایین مشخصات رو دیدم رسیدم به اینجا تراشه جی نودونو اینه که دیدم یعنی هم برای خودم گریه کردم هم برای اونی که تو لایو سیریممون بود این تراشه یه تراشه فوقلاده ضعیفیه یعنی من نمیدونم اینو چیجوری یومی اومده با این تراشه رم دوازدگی گذاشته واقعا انگار دادی که به بقالی سر محل کامفینگ درست کنه که با یه تراشه سی پیو به این ضعیفی رم دوازده ببندن میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که با رم سی و ببندی رو کامپیوترت بعد سی پیوت کرایتیری نسل سه باشه نسل دو باشه و بری با سی و گیگ به اصلا به چه دردی میخوره این هم دقیقا همینه اومده با اون سی پی وی به این ضعیفی خب باقا چهار تومن هم میذاشتی رو همین پوکو ایکس شیش پرو میخریدی دیگه البته الان قیمت رفته بالا پوکو ایکس ولی در کل این گوشی با این قیمت با اون سی پی که داره واقعا ارزش خرید نداره ارزش خرید صفره صفر یعنی به جای این مثلا حالا یه ذره پول بذاری چه میدونم یه گوشی بخری که حداقل یه ذره سی پی بهتر باشه خیلی بهتر یعنی الان پوکو 6 هم ببینم پوکو ایکس 6 معمولیش هم 15 ببینم چه سی پی داشت با سی پی نگاه کن چقدر بهتره نسبت به اون با دو سه تومن من مثلا میذاش یه ایکس 6 حتی معمولی میگرفت با دو تومن خیلی بهتر بود تا بره این گوشی رو بگیره با این پردازنده به این ضعیفی دیگه الان باید حداقل 15 تومن رو به نظرم پول بدید دیگه کف کفش این x است به نظرم برای خرید یعنی کف کف گوشی که بخواید بگیرید x پونزه 15 تومنیه قدیم یه گوشی هم بود تو این حدودا بود قیمتش گوشی خوبی بود اوکو اف فور الان من نمیبینمش هنوز هست یا نیست دیجیکالا نداره فکر کنم اونم باید یه سرچی بزنی دیجیکالا خیلی چیزاش برنداش کم شده ببینم هنوز هست تو بازار پوکو F4 قیمت حالا جی تی شو اینا بود که مدل گیمینگ تورش بود اینا هم گوشی های بدی نبودن تو اون رنج قیمتی سی پی او اینم هم همینه نگاه کن تقریبا تو 16 تومنه باز اینو اگر گیر بیارید پوکو F پوکو اف به نظرم یه ذره بهتر از این پوکو x 6 است سی حالا تا اونجایی که من قدیم مقایسه کرده بودم الان نمیدونم الان خیلی هم البته فرق نداشتن ها ولی میگم اونم میتونیم بیاریم تو این حدود یعنی گوشی هایی که تازه از 15 16 تومن شروع میشه ارزش خرید داره دیگه زیر به نظر من اینا خرید نکنه زیر این گوشی های 16 تومنی مثل پوکو F4 و X6 دیگه خرید نداشته باشید یه ذره پول بذارید رو اون مبلغی که دارید دیگه برید برای 15-16 تومن بازه خرید کنید آجی پوکو X6 پرو خیلی خوب بود ها. یه زمانی قیمت شده بود 17 تومن قیمتشو بردم بالا نمیدونم چرا گردنش 20 تومن خیلی گوشی خری بود با اون مقصن 17 تومن واقعا مفت بود مفت بازار بود یاسین جون چطوری؟ چاکر یاسین حاجی جون چطوری؟ نه اتفاقا دیجیکالا با بازار خیلی اختلاف قیمت نداره اتفاقا دیجیکالا به بسا خیلی ارزون هم باشه از بازار شما اگر بخوای تو بازار یه گوشی با همین گارانتی که نو باشه واقعا پیدا کنی معمولا من خودم کل بازار تهران رو گشتم معمولا با همون گارانتی همیشه گرونتر از دیجی کالاه مثلا همون زمان همون پارسالی که من بهتون میگم میخواستم چیز بگیرم آیفون 13 پرو مکس میخواستم بگیرم تو دیجی کالا 36 تو من بود اومدم بگیرم بازار تهران رو من زیر و رو کردم 37 رو خورده ای بود یعنی یه میلیون هم دیجی بهتر میداد نه بازارم هم تقریبا همینه اگه با همین گارانتی و اینا باشه بازار با دیجیکالا خیلی فرقی نمیکنه خیلی فرقی بین بازار و دیجیکالا نیست خب ببینیم دیگه چی داریم گوشی که مثلا حالا یه ذره خوش قیمت تر باشن میگم من که دیگه زیر 15 16 تومن واقعا به کسی پیشنهاد نمیدم این آب 25 و, و اینا هم احتمالا گوشیان که نست جدید همون آب 55 و 25 و 75 و و و اینا احتمالاً جدید اومدن ببینیم چه سخت افساری دارن این 25 هم جدید اومدن ببینم ارزش خرید دارن این اصلا چیپش چیه البته چیپاشون اکسینوسه زیزر سخت میشه برا من بخوام میگم اینا بیشتر برای خانوما مناسبه برای خانوما برای اونا که خیلی اپ و گیم و اینا استفاده نمیکنن برا برای ماها من اینا رو زیاد پیشنهاد نمیدم واقعا سیزده تو من بدی به این گوشی که واقعا عین اسباب بازی میمونه این اسباب بازیه خب ببینم چی دیگه ردمی سیزده 13... ردمی سیزده شده دوازده میلیون خیلی جالبه دیزده اس هم داریم دیزده اس هم تو ها نداریم اینا هم گوشی های بدی نیست مثلا برای کسایی که تو این نوتا یا مثلا معمولی ها دوازده اس اینا بد بدک نیستن باز من اصلا دیگه اینا رو بچه زیاد نگاه نمی کنم چون فقط الان دنبال یه گوشی هستم که میگم شاید تو این رنج قیمت مثلا قیمت خوبی داشته باشه اینا دیگه اصلا من واقعا به کسی پیشنهاد نمیدم اینا آشقالن باز این گوشی هم بچه ها بچه گوشی بدی نیست ها گوشی داریا اینا مثلا گوشی های ایرانی هم ولی خب گوشی ها من خودم هم دستم هم, هم گرفتم تو بازار تهران و اینا یعنی رفتم یه جایی داره گذاشته رو میز و اینا گوشی های واقعا به نسبت مشخصاتی که دارن و قیمتی که دارن واقعا هنوز بهتر از به نظر من گوشی های هم ردشونن. ارزش خرید دارن این گوشی های داری های اه... که تو بازار هست اینا بد نیست باز مثلا اینش خوبه 6 و 600 واقعا ارزش خرید داره این اگه ای کسی زیر ده تومن به نظر من میخواد گوشی بخره بره سراغ این بره مستقیم سراغ این, خدایش گوشی خوبیه این قیمتش میدونی چرا انقدر پایینه چون ارز دولتی میگیره به اسم مثلا جنس ایرانی ارز دولتی میگیره اینقدر قیمت خوبه. گوشیش در حد گوشی 10 تومانیه، در حد گوشی 10 تا 12 تومانیه ولی قیمت 660ه. اگر کسی زیر 10 تومن، زیر 500، زیر 15 تومن میخواد خرید کنه به نظرم بیا سراغ این مشخصاتش خوبه. الانم قیمتش خیلی خوبه والا 660 خیلی عالیه ششصد خداییش عالیه ببینید مشخصاتش هم اینه صفحه نمایش 120 سرت داره سی پیوش دایمن سیتی هفتاد که نسبت به این قیمت فوقالعاده است یعنی یه گوشی 6 تومنی یه شنی سی داشته باشه قیمت فوقالعاده است خداییش خداییش کم و کس نداره این به خاطر اینکه ارز دولتی میگیره انقدر قیمتش خوبه باشه یه لحظه سب کن خب دوستان دیگه تقریبا فکر کنم یه جنببندی کردیم به نظرم اصلا زیر 15 16 تومن گوشی نخرید خواستیدم بگیرید برید سراغ همین داریایه بد نیست باز نسبت چون ارز دولتی داره میگیره نسبت به قیمتش خداییش سخت افزار خوبی داره با قیمت 6 من به نظر من میارزه واقعا میارزه با 6 من بری بگیری اینو بعد دیگه 15-16 تومن میریم سراغ همون پوکو ایکس 6 و اینا 20 تومن پوکو ایکس 6 پرو گوشی هم که میخواید بگیرید واقعا قاتل پرچم دار باشه همون 13 تی پرو گزینه مناسبی هر چندان که مثل قدیم دیگه کلا به نظرم گل سرسبد الان گل سرسبد گوشی های الان شیامی سیزده تی پرو با قیمت اونا که مثلا میخوام برن دنبال گوشی های سی, و سی تومن به بالا اونه بیست تومنی هم پوکو شیش پرو اینا واقعا گل سرسبد این داریا هم بد نیست برای کسایی که زیر ده تومن بخوان گوشی بخرم واقعا گوشی مناسبیه حالا سوالات دوستان در مورد بچه پوکو ام شیشه برو الان صحبت کردم واقعا یه گوشی آشغالیه حالا ارزش خیلی ارزش خرید نداره که مثلا بخواید مثلا در مورد صحبت کنیم گفتم دیگه اصلی ترین مشخص هم برای ما سی پیو من فقط میرم در مورد اینم یه توضیحاتی براتون بدم گفته گوگل پیکسل 6A چطوره تو بازار ایران بچه ها اصلا از این گوشی ها نگیرید نمیدونم موتورولا گوگل میدونی چرا میخوام چند تا نکته بهتون بگم یکی اینکه که لوازم جانبیشون اصلا پیدا من اصلا کار ندارم که اینا خوب هستن یا خوب نیستن اینا چند تا گزینه یک چند تا نکته در مورد این گوشی ها مثلا مثلا همین گوگل پیکسل 6A اینا چون تعداد بسیار کمی تو بازار ایران وارد میشن قیمت هاشون بیشتر از مثلا گوشی های شیامیه که خیلی بیشتر وارد میشن تو بازار ایران این نکته اول یعنی به لحاظ قیمتی وقت اینا رو بخوایم با شیامی مثلا در نظر بگیریم شکست میخورن این نکته اولشون که نباید از این کزینه ها بگیریم نکته دوم اینا وقتی هم که مثلا شما میرید میخرید تو بازار ایران وقتی مثلا میگردی دنبال قابش دنبال لوازم جانبیش اصلا نیست حالا مشکل کجا بدتر میشه اونجایی که مثلا تو یه چیزی از این گوشید خراب بشه مثلا خدایی نکرده از دست بیفته بشکنه دیگه حالا تو بگرد دنبال LCD مثلا گوگل پیکسل 6A اصلا پیدا نمی کنی باید بندازیش دور و بعدا هم ازت خیلی هم بدم میخرن صرف اینه که الان تو بازار ایران باید برید فقط دنبال سه مدل سه تا برند گوشی برند سامسونگ برند شیائومی برند اپل اونایی که خیلی پول دارن پول زیاد براشون مهم نیست قیمت گوشی چند باشه یا میخوان گوشی دست دو بخرن یا مثلا نمیدونم برند خیلی براشون مهمه برن سراغ اپل مثلا اونایی که خیلی پول دارن و پول براشون مهم نیست یک راست برن اپل اصلا دیگه قیاس هم نکنن بین برندهای مختلف اپل لا مثلا مثل طلا هم میمونه ببین الان من همون اپل 13 پرو رو اگر پارسال خریده بودم 36 تومن الان شده بود 146 تومن 110 میلیون تومن سود کرده بودم که هر گوشی رو می خریدم انقدر برام سود نداشت مثلا همون موقع من اینو خریدم 20 تومن الان نهایت شده 30 تومن خب و, و الان هیچ کم ازم نمیخره ولی اون اپده اینه به ازد این تلاهه به ثانیه ازت میخرن این نکته اول اگر که کسی هستید که یه مقداری برند براش مهمه مثل خانوما خیلی گیم نمیزنید خیلی مثلا نرم و اینا استفاده نمیکنید برید سراغ سامسونگ برید سراغ سامسونگ بخرید الان گوشی تقریبا خیلی اگه نخوایم اون بخش سخت افزاریشون رو در نظر بگیریم تقریبا سامسونگ و شیامی تو یه رده قیمت هم خب معمولا تو هر رده قیمت شیامی سخت افزار بهتری داره ولی بله خب خانوما خیلی این سخت افزار براشون مهم نیست اگر مثلا برای گیم میخواید نرم افزار میخواید خودتون برای استفاده میخواید بخواید برید سراغ شیامی دیگه کلن سراغ بقیه مارکا و برندان نرید سراغ نمیدونم موتورولا گوگل نمیدونم هر برند دیگه هواوی حتی هواوی دیگه تو بازار ایران وارد نمیشه قیمتاش هم فو قیمتاش در حد اپله الان میت پنجاش که گوشی دو سال پیششه قیمتش قد اپله اصلا طریعت مثلا هر کی بره اون گوشی هواوی رو بخره طریعت واقعا محصه و اینکه یه نکته دیگه هم فقط باید اضافه کنیم اون گوشی ایرانیه یعنی برند ایرانی ولی خب گوشی چینیه یعنی همه چیز چینیه اون داره ارز دولتی میگیره گوشی داریاه اون من خودم تستش کردم سخت افزار بدی هم نداره اونم میتونه جزو گزینه‌هاتون باشه پس میخوایم بریم سراغ سرسبد گل سرسبد گوشی های بازار موبایل ایران تا ده تومن اگر میخوای خرید کنی برو سراغ همون داریاه قیمتش 6 و 600 خیلی عالی بود برو ضرر نمی کنی. برو اونو بگیر زیر 10 تومن زیر 15 تومن میخوای یا 15 تومن میری سراغ X6 و X6 پرو ولی تا اینجا رو من به کسی پیشنهاد نمیدم یعنی اینا رو به کسی پیشنهاد نمیدم من از اینجا به بعد رو پیشنهاد میدم تا 20 تومن میری سراغ پوکو X6 پرو اینو دیگه واقعا پیشنهاد میدم اونایی که تا حالا 17 تومن بوده الان رفته برای 20 تومن 21 تومن 22 تومن یه ذره گرون شده نمیدونم چون نسبت به قیمتش خیلی گوشی خوبی بوده احتمالا تقاضاشم هم زیاد شده قیمتش رفته بالا از اینجا به بعد و دیگه پیشنهاد میدم واقعا پوکو ایکس 6 پرو رو پیشنهاد میدم قیمت حدودی 20 تومن گوشی بعدی هم که پیشنهاد میدم 13 تی پرو شیائومی 13 تی پرو قیمت 33 تومن اینا واقعا گل سرسبدن دیگه هیچ گوشی دیگر رو واقعا پیشنهاد نمیدم یعنی مثلا اون اس 24 با قیمت نمیدم 80 تومن و آیفون های با قیمت 100 تومنی و به نظر من اون 13 ها هم دیگه ارزش خرید ندارن نرید بی خودی از اون آیفون 13 هایی بگیرید که مثلا قیمتشون 100 و خورده ای تومنه برید احتمالا آیفون 15 یا 14 با قیمت خیلی پایین تر رجیستر شده نیست ولی قیمت احتمالاً به شدت پایین تر تو بازار برید از اونا بگیرید یه گوشی هم مثلا یه شیامی هم بگیرید که داشته باشید مثلا کاراتون رو با اون شیامی انجام بدید کارهای دم دستیتون زنگ زدنتون نمیدونم کارهای دم دستتون با اون کارهای اصلیتون هم با اون مثلا آیفون 15 انجام بدید با اون آیفون 14 انجام بدید که قیمتش از این آیفون 13 به مراتب بهتره بچه مرسی که با ما همراه بودید حتما یوتیوب ایران سریم رو سابسکرایب کنید تنکیو سو ماش این هم از ویژه برنامه گوشی که بهتون قولش رو داده بودیم حالا بریم کامنت های بچه ها رو تو لایو سریم بخونیم